اهمیت آن به شکل محدودی شده باشد. ماده 3، هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 4، هر کس را نمیتوان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. احدی را نمیتوان شکنجه و یا مجازات یا رفتاری برد یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد. معذرت میخوام. هر کس حق دارد که شخصیت حقوقیش در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود. همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به مساوات از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقص اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حقوق قانون بهره مند شود. ماده 8 حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر میگه در برابر اعمالی که حقوق انسانی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی و یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه را دارد. در کشور ما این امر امکان پذیر نیست. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود. هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش را به وسیله دادگاه مساوی و بیطرفی منصفانه و علنا مورد رسیدگی قرار گیرد و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند تصمیم بگیرد. ماده 11 از دو قسمت الف، هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب می شود تا هنگامی که در جریان محاکمه علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع از او تأمین شده باشد مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد. ب. هیچ کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن به موجب حقوق ملی و یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم از آن تعلق می گرفت درباره کسی اعمال نخواهد شد. یه چندین ماده دیگه هم داره، حدود 30-40 ماده است که این رو بعداً براتون میخونم. امروز میخواستم یک تحلیل بسیار جانانه، باز بریم سراغ اصلاح طلبا و باز بریم سراغ پروژه شورای امنیت ملی حکومت اسلامی سبز و کروبی و موسوی و سیاه‌بازی و حقه‌بازی و این گونه مسائل و تلویزیون‌های سبز و این حرفا که خب مثل این که نیروی عشق و محبت من رو به طرف شما کشید و شما هم نیروی جاذبه عشق ما رو گرفتید و هم صحبت کردیم. یک دنیا ازتون ممنونم. اینا رو میذاریم حالا اگر فردا شنبه از ساعت فردا شنبه قربان کی برنامه داره؟ آقای روستایی ساعت 11 برنامه دارن، بعد یه برنامه دیگه ما داریم. آقای افراسیابی یک شنبه هستن جناب دکتر. بسیار خوب، فردا بنده در کنار آقای روستایی، ایشون میخوان پورتره از شاهزاده رضا پهلوی بکشند و هموطنان بسیار نازنینم یه چند تا تابلوی خیلی با ارزش، واقعا با ارزش، ارزشی در حد ارزش شما هموطنان بسیار نازنین، اینا رو ابتیا کنید. اجازه بدید تلویزیون آریا مهر بماند. ما تا این دوشنبه باید یه پیمنت بزرگ به ستلایت کمپانی بدیم. ما رو همراهی کنید. I love you. بدرود.